جناب باقری همینجور که در گذشته خدمتتون عرض کردم جوایز پارسی اولین جایزه مستقل بین المللی ایرانیان جهان هست همانند جوایز آسکار جوایز گرمی که اخیرا ایرانیان بیشتر باهاش آشنا شدن به خاطر شعر برای توسط شروین و دیگر دوستانمون که اونجا جوایزی رو گرفتن و همچنین جوایز علمی توی جایزه هایی که نامی هستند در سطح جهان جوایز پارسی تصمیم بر این داره که جوایزی رو به رشته های مختلف تقدیم کنه نظر شما در ارتباط با جایزه ای به این شکل چی هستش و آیا فکر میکنید انگیزه ایجاد میکنه برای ایرانیان متخصص جهان بله با که من پیدا کردم به سهم خودم تشکر میکنم از کسانی که واقعا به این فکر افتادن که چون این کاری رو واقعا انجام بدن و بدون شک بدون شک این کار انگیزه خیلی زیادی رو ایجاد میکنه در هموطنانمون و باعث معرفی کسانی میشه که در رشته های مختلف زحمت میکشند سالهای عمر خودشون رو میگذارند. و من به سهم خودم تشکر میکنم و این رو یک حرکتی بسیار عالی میبینم بسیار سپاس گذارم. از نظر ارزشمندتون در ارتباط با آرا جوایز پارسی تصمیم بر این داره که آرای متخصصین رو داشته باشه و همچنین آرای مردمی برای همچین جایزه در این سطح که تا به حال اتفاق نیفتاده برای نه تنها ایرانیا بلکه بسیاری از ملیت های دیگه و اون هم به خاطر این دنیای مادرنیه که ما الان باهاش همگی مشغول هستیم شما نظرتون به عنوان یک متخصص چیه؟ آرای مردمی یا آرای متخصص؟ به نظر من هر دو یعنی به هر دو بخش باید توجه کرد ولی اگر به گونه باشه که کار به مردمی که رأی میدن معرفی شده باشه و با آگاهی رأی گرفته بشه هر دو بخشش میتونه مفید باشه بسیار سپاسگزارم ممنونم تا برنامه بعد بر. خدا نگهدار